خب دوستان عزیز علی لاریجانی برنامه دالتون در موردشون دوسته تا برنامه ساختم ولی کلیت حرف من اینه که نباید به علی لاریجانی در این شرایط پرداخت چون اون میخواد دیده بشه با علم به این که نباید بهش پرداخت این دوسته تا برنامه رو ساختم و تلاش میکنم کمتر بهش بپردازیم چون اون نیاز امروز داره به دیده شدن چون در سیرک انتخابات یک بخشی مبنا و بحثا بحث بحث استدلالی و منطقی نیست بحثا بحثای شعبده بازی است در شعبده بازی هم آقای لاریجانی با دو تا ویدیو تبلیغی که داد نشون داد که بلده دستی در آتش داره به خصوص در اونجایی که اومد و کلیپ درست کرد در خود وزارت کشور منم گیر کرد چقدر فیلم بردارش واقعا حرفه ای کار کرد من فکر نمیکردم فلوداهه و بدون هماهنگی های فیلم برداری همه چی واقعی است و اون تونسته یک همچین فیلم نمایشی بگیره یعنی واقعا سازنده فیلم تبلیغاتی آقای لاریجانی در وزارت کشور یک کاش که مثلا من میدیدم ازش خواهش میکردم یک مقدار به من درس واقعا فیلم برداری رو یاد بده من دوست دارم شاگردشون باشم خیلی قوی کار کردن بدون اغراق میگم من واقعا فریب خوردم یعنی با اون کلیپ من هرچی اون کلیپ رو نگاه کردم مطمئن بودم که اون کلیپ رو اینا ساعت ها وقت گذاشتم و و و و و ولی بعد که متوجه شدیم نه این کلیپ واقعی است همه چی حتی به خود آقای علی لاریجانی هم تبریک میگم شما به جای سیاست میتونید هنرپیشه خوبی باشید چون اون مدلی که شناسنامه رو لای دو تا انگوش مثلا نگاه میکنین مردم یه با شناسنامه رو با دو تا انگوش مدل راه رفتنتون و دستتون که با یک حالت خیلی منظم مثلا حرکت میکرد تو موقع راه رفتن تمام استایل حرکتتون که همه اینا در چارچوب فل و و واقعی بوده ولی اینقدر نمایشی تونستید کار رو انجام بدید واقعا از نظر هنرپیشگی من نظر من نصف هنرپیش ایران باید بیان از شما درس یاد بگیرن و فیلمبردار شما و سازنده کلیپ شما من دوست دارم که شاگردشونو بکنم چهار تا کار فنی بیشتر یاد بگیرم اینو واقعا جدی گفتم اما با این توجه ها به هیچ عنوان نباید تا جایی که میشه به این عنصر خطرناک پرداخت باید هم رد صلاحیت بشه دلایلش هم گفتم دخترش در آمریکا در یک بخش مهم در دانشگاه اوهایو داره کار میکنه بخش پزشکی خدا میدونه ژنوم ما رو چجگونه دارن میفروشن جن... اطلاعات ژنوم انسانی ما رو که تو برنامه که چرا بعدیشون رد صلاحیت بشه صحبت کردم و توضیح دادم میتونید به اون برنامه مراجعه کنید و در مورد در حقیقت بچه خواهر ایشون خواهرزاده خانم زهرا محقق که در بخش هسته ای آمریکا کار میکنه آقای لاریجانی صلاحیت اینو ندارند که احراز صلاحیت بشن اما دوتا تا زد تو این چند روز من دوست داشتم این رو جواب بدم یه تویت زده که کسانی که پیروزی خود را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات میبینن و بزرگترین حراستشان حضور مردم پای صندوق هاست هر چه باشن انقلابی نیستن شجاع باشید و بگویید اگر مردم بیاین ما شکست خواهیم خورد میخوام اجازه بدید من کاری به بچه انقلابی ها ندارم آقای جنی. ولی من شجاعم. البته بحث شجاعت نیست بحث اقلانیته اگر توده مردم بیان ما شکست میخوریم حقیقته توده مردمی که سالها متاسفانه توسط رسانه های ضد ایرانی نقضشون شستشو داده شده توده مردمی که تحت تاثیر رسانه ها هستن و حق هم دارن ببینید اینکه توده مردمه من امروز برنامه ای رو خواهم ساخت حالا نمیدونم در یوتیوب کدوم جلوتر اومده شاید اون جلوتر اومده باشه که رسانه میتونه کاری کنه شما فکر کنی نوه خمینی فقط حسن خمینی است با اون نظرات لیبرال و واقعا چندشاور و شما نامی از علی علی خمینی نمیشنوید حالا من امروز در مورد علی خمینی برنامه خواهم داشت و نظرات واقعا درست این آدمو نسبت به برادر کوچکتر حسن خمینی ولی شما برادر کوچکتر حسن خمینی رو نمیشناسی ولی حسن خمینی رو میشناسی دیگه از نوه های خمینی که شاختر نداری ولی رسانه میتونه کاری کنه بگه آقا نوه خمینی فقط حسن خمینی است شما الان برو تو توده مردم بگو علی خمینی میگن علی کیه منظورت حسن خمینیه همه حسن رو میشناسن این کار رسانه است شما با رسانه مغز ملت رو شستو اصلا بحث این که میگی نامشون هر چی میتونه باشه ولی انقلابی نمیتونه باشه این بحث انقلابی غیر انقلابی بس میمونه که وایسادی لب پردگاه مثلا یه جا وایسادی دام چیدی ده نفر مثلا آماده یه نفر رو بگیرید بزنید بعد میگی اگر مردی پاشو بیا نا نه قربون نامردم نمیام تو برنامه چیدی بزنید دهن منو سرویس کنی بارخان پیش اومده برای من دشمنان ما پیام میدن اگر مردی بیا اونجا بس مردی و نامردی نیست بس اقلانیته چرا من بعد جایی بیام که تو زمینش رو تعیین کردی چرا من جایی بعد بیام خودم و در معرض خطر قرار بدم که تو تعیین کردی حالا حرف لاری جا نیست اگر مردی بذار مشارکت حد باشه وگر نه انقلابی نیستی وگرنه نه مرد نیستی تحریک داره میکنه مردک نه شجاعم متاسفانه ملت ما رو شما مغزش رو اما عاشقتونم یه برنامه ابری که به نام روده ثابت کرد که اگه کار درست رسانه ای انجام بشه خیلی راحت این مردم فریب خورده ای که سمت شما اومده بودن و میشه به سمت ایران و آقای خامنه ای آورد بر همینم هم, هم سوختید شماها شجاع باشید شماها که تو روزنامه هاتون آرمان ملی زدید که آقا جان تایف اصولگرا و انقلابی از امیدانا برائت کنه چرا براحت کنه چون اون مردمی که شما فریبشون میدادید که بی هجاب بیار میگن روحانی روحانی اینجوری کنن حالا دارم میان میگم سعید محمد به سلامتی آقای خامنه ای هم دعا میکنیم پس یک برنامه آب که نشون داد چقدر شماها ها آسیب پذیرید متاسفانه کار رسانه ای درست نشده ما اگه کار اجازه بده ما ده سال کار رسانه کنیم اون موقع مشارکت شارکت اون موقع ببینم که قضیه عوض میشه اون موقع من این توییت رو برات میزنم میدونیم کسانی که پیروزی خود را در کاهش مشارکت مردم در انتخاب بزرگترین حراسشان حضور مردم پای صندوقات هر چه باشن دموکرات نیستن هر چه باشن اصلاح طلب نیستن هر چه باشن مدافع رأی مردم نیستن اینو من ده سال دیگه برای خودت مینویسم چرا چون من در از سه سالی که از ما برنامه رو دست نزدیک هفت سال داره اجرا می از بیشتر از هفت سال داریم اجرا می هفت سال هم رد کردیم وارد هشت سال شد. ولی سه سال داریم جدی در این چارچوب کار می‌کنیم. در عرض سه سال وقتی که ما توانایی داریم کمپین برای سعید محمد در این سطح را بندازیم که راسانه اصلاح طلب و وابسته به دولت و اینا دهها واکنش بگیریم و رسانه اپوزیسیون واکنش نشون بدن و از اون برم حتی برخی از انقلابی که حسادت دارن به سعید محمد به من واکنش نشون بدن و حتی یکی از کاندیدای انتخابات بیاد توییت بزنه بگه آقا اعلام برائت کنید از امید دانه ها این نشون میده پس ما ده سال دیگه چقدر مخاطب داریم ده سال دیگه چه قدرتی داریم اون موقع ده سال دیگه بیا مشارکت حد اکثری درسته الان خیالاتون راحت مقت شسته شده دارید شما اینقدر توانایی دارید که یکی از نوهای خمینی رو در فضا اصلا چنان هاپیلو هاپول کردی که نام علی خمینی رو نمیدونه الان بله با این توانایی که شماها در پدیده رسانه 100 سال ملت ایران بمباران اطلاعاتی کردید خیالتون راحته یه چرت و پرتی میگید دو تا حرف میزنید آقا مثلا قزه به ما چه ربطی داره همین یه جمله مثلا شما الان بیا توی یه دونه سخنرانی ببین چه دستی براش میزنن دیگه مثلا آقای ل... علاریجانی برگره تو سخنرانی بگه که ملتی که خود نیازمنده است چرا باید پولش را برای قصده بفرستد بعد یه دفعه میبینه این جوون های دانشجوی لیبرال همه سانتال منتال کرده آرایش کرده ماتیک زده سوت دست میزنن نه دیگه اینجا بحث مردی و نامردی نیست اینجا بحث اینه که شما ملت ایران و مغزاشون شستشو دادید با دو تا چرت که چرا پول ما میره برای قزم میتونی رای جمع کنی مردی پاشو بیاد نه این زمین بازی من نیست این انتخابات زمین بازی ما نیست برای همین با تحریک کردن و این حرفا اینا این صحبت ها رو بذارید کنم این هم مشارکت حد چه مدافعش این جنته چون مینا مرد مشارکت حد باشه رای مال اصلاح طلباس حالا بماند یه بخشی از این نیروهای انقلابی هم واسه ما شوخی میفرماین امین روتن ثابتی میگه نه رشد مردم بعد بله با رشد مردم و شما بچه انقلابی ها با اون تیپ و قیافه هاتون میخواید ببرید بالا شما رشد همون حامیان خودتون و افرادی که مثل خودتون هستن مذهبی هستن هم نتونستید ببرید بالا نصف این عزیزان انقلابی گذشته بالا شدن امون چسبیدن به اپوزیسیون آخه آقای امیر حسین قربونت برم یک نفر صبر از رشد مثلا مردم میکنه که توانایی داشته باشه تا الان تو زندگیش یک خاکستری و جذب نظام کرده باشه تو نه تنها یک خاکستری جذب نظام نکردی ده ها مذهبی هم جذب براندازا کردید با این مدل روش برنامه سازیتون تو جهان را پس حداقل دیگه شماها دیگه ببخشید ببرید دیگه مشارکت حد مشارکت حد دیگه ما که اینقدر داریم جذب خاکستری میکنیم میگیم الان زوده مشارکت حد اکثری زمان خودش البته <laughs> تا اون زمان ما کلا این بساط جمهوریت جمع این یکی از ها بود که میخواستم پاسخ بدم مورد دوم حالا امیدوارم مورد اول همه توجیه شده باشن مورد دوم برام جالبه میگه که پاسخ آقای جلیلی رو داده آقای جلیلی به درستی اومده توییت زده میگه کشور با نمایش داره نمیشه واقعا داره درست میگه آقای جلیلی آقای لاریجانی تو نمایشی همه کارات نه واقعا نمایشی گفتم ما باید درس بیایم ازت یاد بگیریم میگه این دو جمله ساخته ها میگه این که دو جمله ساخته شود و همه با آن سرگم شود مثل کار نما... دقیق داره درست میگه یعنی توییت آقای جلیلی صد درصد درست درسته آقای لاریجانی پاسخ داده میگه احتراما باید عرض کنم مهمترین دستاورد من این بود که با اجماع ملی اجماع ببخشید جریانات غربگرا رو میگه ملی اجازه ندادیم اقلیت بیمنطق ایران را با تندروی به لبه پردگاه ببرند شما سرنوشت مردم را شوخی گرفتید که به عنوان یار کمکی آمدید تا ضعفهای کاندیدای اصلی را بپوشانید البته اگر مواضع خطرناک شما را گردن بگیرند اتفاقا آقای جلیلی مواضع بسیار منطقی داره من مشکلم با آقای جلیلی البته مشکل که بخور جلیلی بیشتر ندارم بیشتر مشکل من با حامیان جلیلی مثل این امیر حسین ثابتی ایناست که اینا واقعا دافعه دارن ولی علاوه فکری ما چه مشکلی میتونیم با جلیلی داشته باشیم به عنوان یک میهن پرست اقتدارگرا به عنوان یک ملی جدی دارم میگم الان ما علاوه مبانی اندیشه و مسائل و مواضع سیاسی جلیلی چه مشکلی میتونیم باش داشته باشه ؟ تمام حرفاش درسته جلیلی آقای لاریجانی شما میگی سرنوشت مردم رو به شوخی گرفتی خواهی که قرار بود با این قربی ها با این مثلا این استعمار آمریکایی کنار بیای دخترتونم بره اونجا درس بخونه باشه شکر زیادی خوردید علیه شاه شما انقلاب کردید عدقا اون موقع یه شاهی بود اون بالا سر اصلش خودش میخورده یه خوردم بعضی وزراش میخورد از زمانی که شما آمدید دیگه نونخورای نظام خیلی زیاد شدن کلی آقازاده هم دارید که قشنگ لفت لیست کردید مملکت رو بدون پشتوانه طلا بدون پشتوانه تولید و اینا همینجوری هم اسکناس چاپ میکنین میفرستید تو بازار پدر من بازار در برید این مستند واقعا جالب و جذاب آدرس اشتباه رو ببینید آدرس غلط که این برنامه سرعی ها درست کرده بود چقدر اطلاعات مفیدی داد واقعا من چند تا چیز یاد گرفتم دست سازندگان این مستند درد نکنه شما یه همچین داستانی شما سرنوشت مردم به شوخی گرفتید بنیم با به جایی که به مردم بگی آقا جان ما باید رو خودمون وایسیم باید خونساسازی تحریم کنی یه مورد که کشور به این نتیجه رسید گندم خودش باید تولید کنه شما هزار تا مارموزی در آقا آب نداریم فلان نداریم گندم چرا بکنیم پدر مملکت رو در وردید و توییت درست آقای جلیلی و شما پروپاگاندا و ترسناک جلوه دادن قشر مقابلتون که دارن حرف حق میزنن همواره رأی بودید یکی از مشکلاتی که من با سیستم رأی گیر دارم همینه این مرتیکه که آنیسی که گفتم بهتون دیروز تو توی چیز گفتم تلگرام گفتم پوزش میخوام می اینجا تکرار میکنم شلوار این مرتی که علی لاریجانی و خاندانش از اون صادقی عاملی لاریجانی یا برادرانش رو بکشی پایین آزمایش هیچکدوم ختنه نشدن تعداد آنوسی جمع شدن اونجا خدا میدونه چی کارن اینا خانواده لاریجانی خدا میدونه چی کارن پدر مملکت رو بردید لب پردگاه شماها ها بردید مملکت رو لب پردگاه اگر قرار بود که تسلیم بشید در برابر خواستهای نامشروع آمریکا غلط کردید انقلاب کردید علیه شاه انقلاب کردید که بیسید چی میخواید شما از جون این نظام و کشور و مردم همه چیز هم نمایشه داره آقای جلیل درست میگه کدوم افکار خطرناک جلیلی کدوم افکار خطرناک جلیلی بگیر که من خودم فوشش بدم من که طرفدار سعید محمدم بگیر من حمله کنم به آقا شما یه تفکر از این آقای سعید جلیلی آقا سعید جلی مقبولیت نداره به دلایل متعدد برای همینم یکی از افرادی که یه خورده افسرده است که اون که آقای خامنه‌ای میگه برای انتخابات رو نداره اما کدوم افکار آقای جلیلی قابل نقده بگید ما نقد کنیم من که طرفدار جلیلی هم نیستم ولی هرچی از جلیلی هم خوندیم تفکرات درستی داره ایشون بگید که ما بریم حمله کنیم به جلیلی تفکر خطرناک و شماها دارید آقای لاریجانی که نمایش بازی میکنید بترسید از آدمهایی که نمایش بازی میکنن شما باید رد صلاحیت بشید ده ها دلیل بر رد صلاحیت بشه که مهمترینش حضور دخترت و بچه خواهرت در آمریکا در پستای حساس پزشکی و هسته است قربتون برم شب و روزگار خوش من این بخش برنامه رو میبندم و حواستون باشه نیروهایی که الان ما ناراحتیم از آقای رئیسی ناراحتیم از آقای جلیلی در جای خودش باید آقای رئیسی و جلیلی به خاطر بعضی از مسائل مورد نقد قرار بگیرن اما یادتون باشه تفکر آقای جلیلی و رئیسی قابل نقد نیست ما با این تفکر نزدیکیم حمله کردن به تفکر جلیلی و آقای رئیسی توف سربالا به خودمونه نقد شخصیتشون بحث دیگری است. نقد افکارشون توف سربالا به خودمونه نقد تفکرات رئیسی و جلیلی مخالفت با خود خامنه است. یادتون باشه؟ خامنه ای هم برات مهم نیست ولی های آقای خامنه ای ربط مستقیم داره در تامین منافع ملی یعنی بازم مخالفت با آقای رئیسی و آقای جلیلی یعنی افکارشون رو دارم میگم نه تنها رد کردن خامنه ایست رد کردن منافع ملی صحبت هایی که امروز آقای جلیلی و آقای رئیسی میکنن در چارچوب منافع است. دعوای ما از یک جنس دیگری است برای این انتخابات اما در این دعوا با آقای جلیلی با تیفت و جلیلی و رئیسی گوشت هم هم بخوریم تو باشه استخون رو نباید دور بندازید دشمنان اصلی این مملکت این لاریجانی ها تیفای اصلاح طلب برانداز اینا خائنن تیف هواداران جلیلی رئیسی اینا یه خورده بی یه خورده بعضیشون شوتن یه خورده بعضیشون نفهمن اما خائن نیستن خیلی مسئله مهمیه خائن نیستن و امکان داره به راه هم بیان اما حیف هواداران لاریجانی و اسلاتا اینا خائنن صراحتا عرض میکنم خائنن وطن فروشن اما هواداران جلیلی همین امیر حسین ثابتی نه درسته بیشرافتی دارن میکنن تو برنامه جهانا را اما خائن نیستن وطن فروش نیستن این نکته خیلی مثلا مهمیه و من شخصا چون با تفکرات رئیسی و تفکرات آقای سعید جلیلی واقعا آشنایی دارم به هیچ عنوان این تفکرات رو نمیشه نقد کرد تفکرات تفکرات درستی است و توی بحث جدی و کلان ما نمی توانیم دشمن جلیلی و آقای رئیسی باشیم ولی دعوا داریم باشون سر بحث شخصیتیشون سر بحث انتخاباتی یک سری دلخوری ها داریم که بیان کردیم بیان هم خواهیم کرد نقد هم خواهیم کرد اما الاز کلان و افکارشون در چارچوب کلان نه تنها نمیتونیم مخالف باشیم مدافع 100 درصده حمله آقای لاریجانی به تفکر آقای در حقیقت سعید جلیلی حمله به همه ماست میادتون باشه اینجا به عشق آقای جلیلی یا به عشق نداشته به آقای رئیسی من نه عشقی به آقای جلیلی دارم نه رئیسی الان از هر دوشون هم دل پس دفاع ما الان برای چیه برای خودمونه حمله این بیشرافت ها به آقای رئیسی و جلیلی در چارچوب افکار حمله به همه ایران خواهانه این خیلی نکته مهمیه اینجا با نگاه ایران خواهی داریم دفاع میکنیم به حال شب و روزگار خوش همتون رو به خدای بزرگ میسپرم خیلی ممنون که به این نقد و به این صحبت ها توجه کردید پاینده ایران بدرود